سلام بر شما، به صفحه دو خوش آمدید. در حالی که گمان زنی ها درباره اتفاق منجر به تخریب یک سازه در محدوده سایت هسته‌ای نتانز ادامه دارد، بی بی سی به یک تصویر ماهواره‌ای نسبتاً روشن دست یافته که نشان می‌دهد این ساختمان منفجر شده. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هم در این باره نوشته که شواهد زیادی درباره عمدی بودن هست، اما احتمال حمله هوایی تقریبا غیر ممکن است. پیشتر همین شورا گفته بود که دلیل حادثه را می‌داند اما صلاح نمی‌داند اعلام کند. در این میان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه در سپاه پاسداران که نامش را نگفته نوشته که یک بمب قوی در ساختمان منفجر شده. مشتبه لتنز شهید احمدی روشن نامگذاری شده، یکی از کسانی که در ایران ترور شد و ایران آنها را دانشمند هسته‌ای خوانده بود. از ترور دانشمندان هسته‌ای تا حملات سایبری نظیر استاکسنت تا این مورد اخیر انفجار، برنامه هسته‌ای ایران چقدر تحت ضربه است؟ آیا ایران می‌تواند از برنامه هسته‌ایش در مقابل حملات خارجی یا خرابکاری‌های داخلی دفاع کند؟ در برنامه امروز در این باره با سه مهمان صحبت می‌کنیم. بهروز بیات، مشاور مستقل پیشین سازمان انرژی اتمی از وین، مهدی طلعتی، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی از سنگالن سوئیس، و مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران از پاریس. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. آقای طلعتی، همونطور که گفتم نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی میگه که انفجار بوده اما حمله هوایی غیر ممکنه. به نظر شما با این حساب چه گزینه‌های دیگه‌ای میتونه مطرح باشه؟ ببینید، این حرف میتونه از یک جهت درست بشه، به خاطر اینکه خانش عکس‌های هوایی نشون میده که انفجار از داخل به بیرون بوده و قطعات به بیرون پرتاب شده. بنابراین احتمال حمله هوایی بسیار کم هستش، خصوصا که رینگ های پدافندی دور این مجموعه ها و مجموعه های نظامی سپاه در بقیه جاها به قدری قوی هستش که احتمالاً باید واکنشی از خودشون نشون داده باشن که توی این قضیه شاهد یک همچین مسئله ای نبودیم. بنابراین احتمال بسیار زیاد میتونه خرابکاری داخلی بوده باشه که این خرابکاری میتونه از پرسنل شروع بشه تا گروهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، میتونه حملات سایبری باشه و میتونه از فروش قطعات معیوبی باشه که یکی از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل برای هدایت ایران در بازارهای بین‌المللی برای خرید این قطعات هست و استفاده از این قطعات و نهایتاً مختل کردن برنامه هسته‌ای ایران. صحیح، اونطور که گفته شده این ساختمان یک سوله‌ای بوده که در اون سانتریفیوژها رو قبل از اینکه برن نصب کنن سرهم می‌کردن. جناب بیات، آیا سانتریفیوژ به خودی خود چیزی داره که منفجر بشه؟ نه خیر. نداره. بار پیش هم وقتی که استاکنت به کار بردن این باز انفجار نمیشه، بلکه هدایت و تنظیم سیستم رو با هم میزنه. مثلا سرعتش از یک حد تحمل افزایش پیدا میکنه و سیستم خراب میشه، ولی به انفجار نمی انجامد همچه چیزی. بنابراین این تصور میشه کرد که حتما یک بمبی در اون ساختمان کار گذاشته شده بوده. نگاه کنید، محتمل ترین این است. البته توی اون ساختمان خب یک جنراتور هم ظاهرا هست، یک دستگاهی که برق تولید میکنه، برق اضطراری، و گویا اونجا هم یک منبع گازوئیل بوده یا هست. در اونجا هم میتونه اتفاق افتاده باشه، اما واقعا چون که جمهوری اسلامی برنامهش خیلی روشن شفافیت نداره، صحبت‌ها متغیرن. روز اول میگن هیچی نبود، روز دوم میگن جدی بود. نمیشه دقیقاً قضاوت کرد که واقعا کدومش بود. آیا انفجار از درون به علتی مثلا که اون منبع منفجر شده، یا اینی که بمبی کسی اونجا کار گذاشته؟ باید واقعا نتیجه تحقیقات که اگر بی‌طرفانه صورت بگیرد که باید به نظر میاد، بعد اون دید و بعد قضاوت کرد. آقای مصطفی، برداشت شما چیه؟ شما فکر میکنید احتمالاً چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ مسلماً یک خرابکاری در اونجا صورت گرفته، برای که امروز نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور فرماندهان پدافند ارتش برگزار شد که در این باره با همدیگه صحبت کنند و تحقیق کنند. اگر یک حادثه بود و مثلا آتش سوزی عادی بود یا انفجاری که مثلا گازی چیزی منفجر شده بود،
احتیاجی نداشت که فرماندهان ارتش در این کمیسیون شرکت بکنن. دوم اینکه عکس ها به ما میگن که انفجار نمیتونه با هواپیما صورت گرفته باشه و حتما از داخل اون مرکز این انفجار صورت گرفته و به احتمال زیاد کسانی که برای قدرت های خارجی کار میکنن در این امر دخیل بودن و با گذاشتن بمبی یا ماده ای که با مواد دیگه ای که در اونجا احتمال داره وجود داشته باشه باعث این انفجار شده. انفجار هم شدید بوده، یعنی مثلا نمیتونه گازوئیل باشه، برای که گازوئیل فقط مشتعل میشه و نمیتونه منفجر نمیشه، و به خاطر این حدس من این استش که با داده هایی که فعلا داریم، همینطور که آقای بهیاد گفتن ممکنه فردا داده های جدیدی بیاد، با داده هایی که فعلا داریم از دید من یک انفجاری است که از داخل اون سایت صورت گرفت. آقای جلالی مسئول پدافند غیر عامل گفته مشکل اساسی ما ایمنی است. آقای مصطفی واقعا چقدر مسئله ایمنی در سازه‌های اتمی ایران به جدیت اجرا میشه؟ چقدر ایمنی سازه‌های اتمی ایران جدی گرفته میشه؟ به نظر من تجربه‌ای که ما داریم، سیاست هسته‌ای ایران میدونید که 3 فاز داشته. در فاز اولش که برای ساختن بمب این تجهیزات رو درست کردن کاملا محرمانه بوده، ولی بالاخره معلوم شد اسرائیلی ها فیلم برداری کردن و این فیلم هاش پخش شد. وارد فاز دومی شدیم که گفتن که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و میخواستن دفاع بکنن، و بعد از برجام وارد فاز سومی شدیم که به اصطلاح فاز رژیم این رو یک امر حیثیتی میدونه. ولی وقتی که اسرائیل موفق میشه که به داخل ایران بره و صدها و یا هزارها سند رو از ایران خارج بکنه، وقتی که می توانند به این راحتی در مرکزی به این مهمی بمب بگذارن، نشون میده که رژیم ایران توانایی دفاع از اون چیزی که خودش امر حیثیتی میدونه این توانایی رو نداره و به راحتی قابل نفوذه. همینطور که قبلا هم گفتید از طریق سانتریفوژ ها و استاگنس این کار رو هم انجام دادن، و برای خاطرین در این دوره نگاه بکنیم بار اول نیست از این گونه اتفاقات. من اینجا قطع کنم صحبتتون آقای مصطفی، برای اینکه اسرائیل در این مورد اخیر هم خیلی زبن و نقیز داره صحبت میکنه. من اگه بخوام دقیق بگم، آقای اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل امروز گفته که ما یه کارهایی میکنیم خیلی هم نمیگیم، خیلی باز یه جور صحبت کرده که خیلی مشخص نمی‌کنه. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سابق گفته که این منبع اطلاعاتی که نیویورک تایمز میگه این خبرها رو داده خود لوسی کوهن هست، رئیس موساد. از اون طرف او میگه که در واقع نیویورک تایمز به نقل از این منبع اطلاعاتیش میگه کار ما بود. اسرائیل چرا اینقدر زد و نقیض میگه به نظر شما؟ اسرائیل زد و نقیض نمیگه. اسرائیل همیشه این سیاست رو داشته، چه در خرابکاری‌هایی که در خارج از سرزمینش انجام میده، چه در ترورهای دولتی که انجام داده، هرگز مسئولیت رو نپذیرفته، بلکه از طریق افراد ثانویه و از طریق خبرنگارها یک طوری فهمونده که این توانایی رو داره که انجام بده، ولی هیچ وقت نخواسته که مسئولیتش رو بپذیره. آقای طلعتی نظر شما در این باره چیه؟ با توجه به این که همونطور که آقای مصطفی هم میگن اسرائیل هیچ وقت به روشنی نمیپذیره، ولی همیشه انگشت اتهام به سمت اسرائیل نشانه رفته. ببینید این کاملا درست استش. سیاست اسرائیل از همون بعد به تشکیلش، چه در ترور مخالفین در داخل و خارج و چه در برخورد با ایران در از بعد از انقلاب، سیاست ابهام بوده. یعنی سیاستی رو به کار برده که اگر هم اون کار رو کرده باشه قطعا بهش اعتراف نکرده، بلکه همونجور که گفته شد فقط به اینکه تواناییش رو داره اشاره شده. ببینید اسرائیل بحثش بر سر این هستش که دستیافتن ایران به سلاح هسته‌ای یک بحث خطر وجودی برای اسرائیل داره، و بنابراین یک خط قرمزی هستش که قاعدتاً اگر ازش گذر بشه توسط ایران، اسرائیل باهاش برخورد خواهد کرد. بنابراین از همون ابتدا سیاست اسرائیل، همون جوری که آقای آمی آیالون یکی از وزرای دولت‌های اولمرت میگه که ما باید توی دنیا این رو تبلیغ بکنیم که برنامه هسته‌ای ایران نه تنها
تهدیدی برای اسرائیل، بلکه برای تمام جهان هستش و تمام جهان باید باش برخورد. مشخص است که این برنامه را هم پیش بردن. آقای نتانیاهو هر دفعه که فرصت بکنه راجع به این صحبت میکنه، ولی جناب طلعتی واقعا چقدر قابل اعتماد هست؟ مثلا این صحبتی که آقای مصطفوی کردن، این بحثی که اسرائیل هزاران سند رو از ایران خارج کرده، چیزی که آقای نتانیاهو ادعا کرد، مسائل مشابه دیگه که هیچ وقت 100% کسی نمیتونه به ضرس قاطع، چون ایران هیچ وقت نپذیرفته که واقعا اونها این کارو کردن. اونها یه ادعای مطرح میکنن، از این ور ایران هیچ وقت تایید نمیکنه، یه موقع های اونها هم خیلی زد و نقیض میگن. چطور میشه مطمئن بود که واقعا کار اسرائیل هست؟ ببینید، توی مسائلی که پشت پرده و توی دنیای اطلاعات رخ میده، قاعدتا هیچ اطمینانی به اون مسائلی که بیرون میاد نمیشه داشتش. ولی بس بر سر این هستش که وقایع این یکی دو ساله اخیر و اتفاقاتی که در ایران افتاده از ترور آقای سلیمانی و حوادث بعدش تا الان نشون میده که سیستم امنیتی ایران به صورت کلی اون گریپ خودش رو روی مسائل امنیتی به تدریج داره از دست میده و حفره‌های امنیتی زیادی در سیستم‌های امنیتی ایران به وجود اومده که یکی از علتاش به نظر من حاصل ناهماهنگی بین ارگان‌های مربوطه‌ای هستش که توی امن اطلاعات و امنیت در ایران دخیل هستن، و از این طرف هستش که جمهوری اسلامی هر روز داره ضربه های جدیدی رو میخوره. بنابراین اولین مسئله‌ای که به وجود میاد، حتی اگر این مسائل در حد اینکه ما اطمینان کامل هم نداشته باشیم، ولی این شبهه رو به وجود میاره، این سوال رو ایجاد میکنه که جمهوری اسلامی و سیستم های مرتبط با حفظ امنیت و نگه داشتن مراکز مهم ایران در واقع دچار مشکل هستن. این رو فراموش نکنیم که امنیت در ایران رده بندی شده و مسائل هسته ایران در رده امنیت ویژه قرار میگیره. بنابراین تمام پرسنل و تمام کادر اونجا چند باره فیلتر میشن و چند باره ازشون مطمئن میشه تا درون اونجا بیاد. اگر این قضیه رخ داده باشه، نشون دهنده این هستش که این سیستم امنیتی به شدت دچار مشکل هستش و باید فکری در مورد این قضیه بشه. سایت نور نیوز آی برایت یه چیز دیگه‌ای که باز نوشته این هست که عمدن چرا درباره اینکه چرا این سوله، چرا این سازن و نه بخش‌های دیگر سایت هسته‌ای نتنز، میگه چون در بقیه جاها اورانیوم بوده و احتمال تشعشع بوده که میتونسته هزینه سنگینی برای کسایی که این عملیات رو انجام دادن داشته باشه. واقعا چقدر قابل پیگیری هست؟ اگر اونطور که صحبتشو میکنیم اسرائیل میپذیره به طور مستقیم، کسی هم معلوم نیست دقیقا چه کسی این کار رو انجام داده. حالا من بعدتر به ادعاهای دیگهی که مطرح شده هم خواهم پرداخت، ولی فکر میکنید چقدر واقعا قابل پیگیری هست این قضیه؟ پیگیری این که چرا اسرائیل اینجا رو زده و جای دیگر رو نزده؟ خب اگر واقعا اسرائیل این کار رو کرده باشه، یعنی نیروی خارجی این کار رو کرده باشه، خب طبیعتاً قصدش ضربه اولا یک برخورد تمام عیار نیست، بلکه یک اخطاره، یک اخطاره در قبال اینکه جمهوری اسلامی به عنوان واکنش در مقابل خروج امریکا از برجام تمرکزش گذاشته روی تقویت برنامه هسته‌ایش، اون پنج گامی رو که برداشته، خب کوششی در جهت ترمز کردن پیشرفت این روند، ولی به نحوی که اثرات جانبیش و اثرات جهانی خیلی ناگواری نداشته باشه. نه. اگر فرض بکنیم اسرائیل کرده، زیرا که اگر مراکزی رو میزدن که مواد هسته‌ای آزاد میشد، متوجه تمام منطقه دورور نتنز بود تا اصفهان و کاشان و همه اینا رو دربر می گرفت و این عواقب جهانی بسیار ناگواری داره. دقیقا آقای بیات، ولی مسئله که نگران کننده به نظر میاد این هستش که ادعاهای مطرح میشه که ایران در جاهای مختلف داره کارهای هسته‌ای میکنه. دیدید که مثلا هر چند وقت یه بار آقای نتانیاهو میاد میگه در ترقوزآباد دارن فلان کارو میکنن، سازمان مجاهدین خلق میاد میگه در فلان سوله فلانجا دارن کار میکنن، پارچین غیره. چقدر واقعا مطمئن هستیم که حالا هر کسی که داره این کارها رو میکنه، کارهای خرابکاری یا از بیرون یا از داخل، میدونه که چه میگذره و جای درستی رو میزنه که مثلا تشعشع اتمی نداره؟ آیا اصلا چنین اطمینانی ما داریم؟ چنین اطمینانی میشه کرد؟ بله، مشکل بزرگ ناراستکاری حکومت اسلامی ایرانه که به مردم خودش هم راست نمیگه. حالا این مشکل
اساسی اینجا. منتها ایرادایی که نتانیاهو هر روز از اون آرشیوی که ادعا میکنه از ایران بردن بیرون در میاره واقعا پایه و بنیان اساسی نداره. مثلا در مورد این دو مرکزی که اخیراً گفتن که در اونجا در 16-17 سال پیش فعالیت‌های صورت گرفته و الان متروکن، حالا اینا میان در دستور روز آژانس بین‌المللی قرار داده میشن، در واقع یک عمل سیاسی به نظر من پایه و بنیان فنی و تکنیکی نداره. یعنی مثلا حتی آقای نتانیاهو هم غیر از آژانس که بیجوردی نگفته که ما میدانیم که ایران در لحظه کنون در یک جاهایی داره به طور مخفیانه اقدامات هسته‌ای میکند. این تا حالا کسی ادعا نکرده، اما اینکه یک جاهایی در قدیم کرده و اما به آژانس اعلان نکرده، این چیزیه که موضوع روزه به نظر من. و مشکل اینجاست که به علت سیاستی که جمهوری اسلامی به کار برده، به علت این دشمنی بی حد و حصرش با اسرائیل، با امریکا از بعد از انقلاب، کار به اونجا کشیده که طرف مقابل به هر وسیله‌ای دست به دامن هر وسیله‌ای میشه که بلکه بتونه رژیم جمهوری اسلامی رو وادار بکنه تغییر رفتار بده. به نظر من دعوای اصلی در مورد برنامه هسته ایران در اصل یه دعوای سیاسیه و اونم راجع به رفتار جمهوری اسلامیه. آنچه که برنامه هسته ای البته موقعی حاد بود، قبل از برجام موضوعی بود که میتونست حاد بشه، ولی بعد از برجام دیگه همچین امکانی وجود ندارد، مگر اینکه ایران مثلا از آژانس بره بیرون، یک همچین اتفاقاتی صورت بگیره که اجالتا در برنامه نیست، و اگر هم صورت بگیرد طرف مقابل به اندازه کافی وقت خواهد داشت در مقابلش واکنش نشان بده. مشکل بزرگ این است که رژیم جمهوری اسلامی از این برنامه هسته‌ایش به عنوان یک وسیله به عنوان اقتصادی بیانش میکنه بدون هیچ گونه سود اقتصادی برای کشور داشته باشه. برنامه هسته‌ای ایران بخشی است که مربوط به تهیه انرژی، به ویژه مربوط به غنی‌سازی است. این در هیچ لحظه سود اقتصادی برای کشور نداشته و این چیزیه که شبه برانگیزه. از جهت امنیت هم اگه بخوایم بگیریم، واقعا در بخش تهیه انرژی چه نیروگاه بوشهرش باشه چه اقدامات دیگر غنی‌سازیش، هم به لحاظ حفاظت داخلی و هم به لحاظ حفاظت بیرونی در خطر مخاطره آمیزد و باید ازش واقعا برحذر داشت. جناب مصطفی، یه اتهاماتی مطرح میشه از در مورد بردن خبر از تسلیحات هسته‌ای ایران. بعضی از اینها رو بعضی از گروه‌های داخلی ایران متوجه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان اون سازمان کردن در مواقعی. چقدر این اطمینان وجود داره به بازرسان بین‌المللی در این زمینه‌ها؟ چقدر میشه اطمینان کرد که این اتفاق نیفتاده؟ خدمت رو عرض کنم، اول این یک توضیح بدم درباره اسنادی که اسرائیل برده. این اسناد رو اسرائیل در دست یک گروه دانشگاهی امریکا قرار داده، برخیشو اونها به اسرائیل رفتن، این اسناد رو مشاهده کردن، این اسناد رو اسرائیل به سازمان‌های اطلاعاتی غرب، فرانسه، انگلیس و آلمان داده و برخی از این اسناد رو دقیقاً در دسترس آژانس قرار داده و میخواد استفاده بکنه. همینطور که گفته شد، الان اتفاق جدیدی در برنامه هسته‌ای ایران خلاف برجام پیش نیومده، بلکه چون ایران واقعیت رو در زمان خود نگفته، اسرائیل از این وضعیت استفاده میکنه و هر روز یک برگ جدیدی رو در اختیار آژانس قرار میده، برای که از افکار عمومی هم در دنیا استفاده میکنه، برای که از ایران یک عنصر خطرناکی جلوه بده در افکار عمومی دنیا. ولی من بر این اعتقاد نیستم که اسرائیل نگران ایران و یا حتی نگران بمب ایران هستش. ایران و اسرائیل الان دو رژیم هستن که به یکدیگر نیاز دارن، دعواهای حرفی زیاد دارن با هم دیگه، ولی به کمک یکدیگر اومدن. هیچ رژیمی به غیر از رژیم ایران کمک نکرده به اسرائیل در تثبیت اسرائیل در منطقه، در از بین بردن فلسطینی‌ها،
و اسرائیل هم کمک میکنه در تثبیت رژیم ولایت مطلقه فقیه. این که افراد آژانس که در اونجا نظارت میکنن اطلاعاتی رو ببرن و بدن معمولاً غیر قانونی است و درست نیست، ولی ممکن این امور پیش بیاد و غربی ها جاسوس داشته باشن، این غیر ممکن نیست به هر حال. ولی وضعیت طوری است که با توجه به اینکه اعضای آژانس در ایران حضور دارند و تعداد اونها بسیار زیاده، دقیقاً کلیه فعالیت های ایران رو تحت نظر دارند و مشاهده میکنند و مشکلی از این مسئله ندارند. الان میتونیم بگیم که غربی ها بسیار بیشتر از مردم ایران درباره مسئله هسته‌ای ایران و سیاست هسته‌ای ایران اطلاع دارند. متاسفانه اون چیزی که مطرح نمیشه این استش که مسئله هسته‌ای و سیاست هسته‌ای باید مسئله مردم ایران باشه. مردم ایران محروم هستند از واقعیت های این سیاست و حاکمیتی در این انتخاب نداشته و ندارن اکنون. و به نظر من دانشمندان، محققان، پژوهشگران باید این امر رو تصدی کنن، توضیح علمی بدن خارج از کلیه مسائل سیاسی و به کمک جامعه ملی بیان که یک وجدان علمی ملی درباره سیاست هستی ایران اتخاذ بشه. آقای طلعتی، بحث که مطرح میشه در مورد این قضیه، یک بحث هم بحث خرابکاری هست. من توجهتون رو جلب میکنم به ایمیلی که خود شخص من ساعت 1:33 صبح دوم جولای دریافت کردم، چند ساعت درست بعد از اینکه این اتفاق افتاد، منفجر شد اون سوله. گروهی به اسم یوزپلنگان بدن مدعی هستند که بخشهایی از سازمانهای اطلاعاتی داخلی هستند که مخالف سیاستهای جمهوری اسلامی هستند و این کار انجام دادن. بی بی سی واقعا نمیتونسته حتی سقم این ادعا رو مطرح بکنه. ممکن هست یک سازمان اطلاعاتی غربی چنین نامه‌ای رو تهیه کرده باشه، کسی که دقیقاً واقعا نمیدونه. اما چقدر قابل تصور هست که یک همچین اتفاقی بیفته، یک گروهی در داخل ایران بتونن چنین اقدامی رو به این شکل انجام بدن بدون کمک یک دولت خارجی؟ ببینید، قاعدتاً هر گروه داخلی خرابکار و مخالف نظام احتیاج به یک پشتیبانی اطلاعاتی از جایی که میخوان حمله بکنن، منطقه هدف و اون بحث داخل اون تشکیلات هستش. بنابراین با توجه به اشرافی که سازمانهای اطلاعاتی خودی نسبت به این گروه ها دارن، این بحث تا حد زیادی منتفی هستش. یعنی به نظر من در ایران گروهی که قابلیت انجام یک همچین کار پیچیده ای رو داشته باشن که بتونن از رده های حفاظتی بگذرن و به داخل برن، به نظر من بسیار کم هستش. البته من منکر این که یک فردی به صورت شخصی حالا یه کاری کرده باشه نیستم، ولی کار گروهی معمولا ملتزم داشتن ارتباط هستش، نشست هستش. این کارها هم معمولا از دید سازمان‌های اطلاعاتی به دور نمیمونن. ببینید، من یه مسئله‌ای رو که شما تو سوال قبلیتون گفتید رو من اینجا به صورت خیلی کوتاه پاسخش رو بدم. اینکه اگر اسرائیل این کارو کرده باشه، چرا این کارو کرده؟ ببینید، چند ماه گذشته یکی از ساختارهای اساسی اسرائیل، یعنی اون ساختار آبیش و شبکه آبیش، مورد حمله خدمت شما عرض کنم که سایبری ایران قرار گرفت و اون رو به ایران نسبت دادن. بعد از اون قضیه به نظر من این احساس در بیشتر کسایی که مسائل امنیتی اسرائیل رو دنبال میکردن این بود که، و اسرائیل‌ها به شدت با این قضیه برخورد کردن و گفتن ایران از خط قرمز خودش گذشته و نباید این کار رو میکرد. گفتن که ما فکر نمیکردیم ایران حاضر بشه به مردم حمله بکنه. بنابراین خیلی ها که این قضیه رو دنبال میکردن احساس میکردن که اسرائیل یک پیام بسیار قوی به ایران خواهد داد و این پیام هم در رابطه با همین قضیه، یعنی مسائلی که بتونه برای ایران به صورت کلی مشکل درست کنه، خواهد بود. صحیح. البته اینها همش احتمال هستش. صحبت همین خط قرمز هاست آقای طلعتی. این جنگ سال هاست به صورت جنگ سرد در حال ادامه دادن هست بین ایران و اسرائیل. فکر میکنید آیا داریم وارد یک مرحله دیگه از این میشیم؟ آیا داره این یه رویارویی واقعی میشه؟ آیا اسرائیل میتونه چنین کاری رو بکنه بدون آمریکا؟ چنین کاری رو میکنه یا آمریکا هم دخیل هست؟ ببینید، این صحبت شما دقیقاً درست هستش. یعنی از سال 1984 اسرائیل داره مدام تبلیغ میکنه که ایران در پی دست یافتن به سلاح هسته‌ای هستش. اسرائیل مدت هاست این جنگ رو شروع کرده، شبکه گسترده‌ای از اطلاعات رو شروع کرده، جمع‌آوری اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران و بقیه مسائل ایران ایجاد کرده، این مسائل رو دنبال میکنن، به جهان اطلاع میدن، به آمریکایی‌ها میدن این رو و در واقع تلاش میکنن که جلوی
این رو بگیرن. همونجوری که گفتم اولین تلاش اسرائیل این هستش که بگه ایران تهدیدی برای دنیا هستش، دومین تلاشش این هستش که تمام گزینه‌ها رو داشته باشه برای برخورد با ایران، و سومین بحثش هم این هستش که اگر این گزینه‌ها مؤثر نبود و کارآمد نبود چه باید کرد. حتی در برنامه اینها این هستش که اگر یک روزی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرد باید باهاش موافق بود، باید قبولش کرد و باید یا باید باهاش برخورد کرد. بس بر سر این هستش که در داخل خود اسرائیل هم نظرات بسیار مخالفی راجع به این قضیه هستن. بعضیا میگن حمله پیشگیرانه باید بشه، بعضیا هم میگن اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه هنوز انحصار هسته‌ای اسرائیل با داشتن 200 بمب اتمی باقی خواهد موند و ایران تهدید وجودی نخواهد بود برای ایران. آقای بیات خیلی وقت کم هست، حدود 40 ثانیه، اگه شما میخواین جمع‌بندی کنید به نظر شما برنامه هسته‌ای ایران چقدر تحت ضربه است؟ به نظر من به شدت از اول تا کنون و این ادامه خواهد داشت، هم لحاظ فنی که میبینید، هم لحاظ سیاسی میبینید که دوباره موضوع برنامه هسته‌ای ایران در دستور روز آژانس قرار گرفته و خطر این هم داره که به شورای امنیت کشیده بشه، و اگه به شورای امنیت کشیده شد یعنی ایران قدم‌های قبلی دوباره برقرار میشن و نتیجه‌اش این میشه که در واقع ایران دوباره بیاد. مشخص خود تأسیسات هست. آقای مصطفی خیلی کوتاه نظر شما چیه؟ چقدر تحت ضربه است؟ وقتی که تأسیساتی که به اصطلاح برای تولید انرژی هستن باید باشن امنیتی میشن، وقتی که توجیهی برای اونها وجود نداره، توجیهی برای غنی‌سازی در داخل ایران وجود نداره، وقتی که این سیاست تکیه نداره بر مردم کشورش، مسلماً بسیار بسیار میتونه ضربه پذیر باشه و میتوانیم ضربه های بیشتری رو در آینده شاهدش باشیم. ممنونم از هر سه آقایون، آقای مصطفی، آقای طلعتی و آقای بیات. متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما. شب روزتون خوش.